سرخط مهمترین های امروز. اجرای شدن مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی. آیا مالکان رسانه‌ها به همه حقوقی که برای کارمندان رسانه‌ها مشخص شده است گردن می‌گذارند؟ در تطبیق قضی طبیعتاً نهادهای مدافع آزادی بیان و نهادهای صنفی خبرنگاران در کل فدراسیون ژورنالیستان افغانستان از اقدامات وزارت اطلاعات فرهنگ حمایت خواهند کرد. هما سلطانی، از وکالت مردم تا استقبال از حمله انتحاری. این عضو مجلس نمایندگان جان باختگان حمله روز چهارشنبه را انسانهای پلید خوانده است. در این مورد ما یک مکتوب رسمی به ریاست امنیت ملی روان میکنیم که اینا مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. کجا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی؟ وزیر دفاع پاکستان حمله هراس افغانان بر دانشگاه پاچاخان را نتیجه سیاست‌های نادرست رهبران این کشور و جنگ نیابتی در افغانستان می‌داند. نسبت به گذشته اشتباهاتی که صورت گرفته او را اعتراف می‌کنم و در پی اعتماد سازی با طرف افغانستان است. و 5 کشته در تیراندازی در یک مکتب در کانادا. به نام خدا، سلام بر شما. به مهمترین ها از یک در شنبه شب خوش آمدید. من رئوف اجمل هستم. مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی پس از گذشت 2 سال تصویب و اجرایی شد. تأمین امنیت، مسئولیت شغلی، اجرای حقوق بازنشستگی، پرداخت اضافه کاری و تعطیلات سالانه مواردی است که پس از این باید کارمندان رسانه های خصوصی همانند کارمندان حکومت از سوی مالکان رسانه ها دریافت کنند. بر بنیاد این قانون کمیسیون ایجاد شده که اگر مشکل میان کارمند و مالک رسانه به وجود بیاید آن را حل کند. محمد غازی رسولی گزارش می‌دهد. اجرای شدن مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی پس از تلاش های بی‌پایان این قانون 4 ماه قبل تصویب شد و اکنون پس از پایان مراحل قانونی آن به مرحله اجرا گذاشته می شود. بر بنیاد این مقرره مالکان رسانه ها مکلفند تا امنیت و مسئولیت شغلی خبرنگاران را تأمین کنند. یک سند بسیار محکم هست این مقرره در تأمین امنیت و مسئولیت شغلی خبرنگارها. و تا حال همطور سند در افغانستان به تصویب نرسیده، اولین بار است در تاریخ افغانستان که تا این حد حمایت میشه از حقوق و امتیازات خبرنگاران. کارکنان رسانه و نهاد مانند کارکنان دولتی مستحق رخصتی، تقاعد، مزد اضافه کاری، تشویقی، حالت انتظار با معاش و حالت توقف کار و زمان آموزش و کارکنان زن مستحق رخصتی ولادی و سایر امتیازات مندرج قانون کار و اسناد تقنینی مربوط می باشند. وزارت اطلاعات و فرهنگ هم میگوید بر بنیاد این مقرره کمیسیونی ایجاد شده تا اگر مشکل میان کارمندان و مالکان رسانه ها ایجاد شود آن را حل کند. یک کمیسیون حل اختلافات کاری پیشنهاد شده در مقرره ذکر شده در ماده 29. هرگاه اختلاف ناشی از کار توسط اداره رسانه یا نهاد و کارکن رفع شده نتواند، موضوع از طریق کمیسیون حل اختلاف کار حل و فصل میگردد. با این حال برخی از نهادهای حامی خبرنگاران تاکید دارند خبرنگاران باید برای اجرای شدن این مقرره با وزارت اطلاعات و فرهنگ همکاری کنند. اما چه تضمینی برای اجرای شدن این مقرره وجود دارد؟ در تطبیق قضی طبیعتاً نهادهای مدافع آزادی بیان و نهادهای صنفی خبرنگاران در کل فدراسیون ژورنالیستان افغانستان از اقدامات وزارت اطلاعات فرهنگ حمایت خواهد کرد و جداً ما این مقرره را نه مسوده حکومت بلکه پیشنهاد خود ما میدانیم. این همه در حالی است که با گذشت هر روز چالش ها فراراه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بیش از پیش رو به افزایش است. این مقرره هم در حال اعلام می شود که کارمندان گروه رسانه‌ای موبی هفته گذشته مورد حمله انتحاری قرار گرفتند. حمله ای که در آن دست کم 7 تن از کارمندان این گروه رسانه‌ای کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند.
یک عضو مجلس نمایندگان میپذیرد که در برگه فیسبوکش از حمله انتحاری روز چهارشنبه بر کارمندان تلویزیون طلوع استقبال کرده است. هما سلطانی نماینده غزنی در مجلس نمایندگان پس از این حمله در فیسبوکش جان باختگان این رویداد را انسانهای پلید و مردار خواند و حمله کننده انتحاری را شهید. اکنون فعالان رسانه‌ای از حکومت میخواهند تا کسانی را که از هراس افغانان پشتیبانی میکنند مورد پیگرد قرار دهد. سجاد محمدی با جزئیات بیشتر. نماینده مجلس یا سخنگوی طالبان پس از حمله انتحاری بر بس حامل کارمندان تلویزیون طلوع، هما سلطانی یک عضو مجلس نمایندگان این گونه از این رویداد استقبال کرد. خداوند بزرگ را سپاسگزارم که در نتیجه حمله فدایی یک تعداد انسانهای پلید و ولدزنای آمریکایی ها مردار شد. پروردگار شهادت فدایی را قبول نموده و بهشت برین نصیبش گرداند و مردار شده های کثیف و اولادهای نامشروع آمریکا و سایر کفار را در اسفل سافلین قرار دهد. آمین. هرچند چونین پنداشته می شد که ممکن برخی ها به نام هما سلطانی تارنمای جعلی فیسبوک ساخته و این گونه نوشتند، اما هما سلطانی اکنون تایید می کند که برگه فیسبوک مربوط اوست و آن نوشته را هم خودش کرده است. اگرچه می گوید حالا در غزنی است و دلیل برای این اظهاراتش هم ارائه نمی کند. از خودم هستم. خودم نشته خودم. آله خب من دیگه هستم خوبه در غزنی هستم آله من خوب. باز بخیر از اینجا کامدم باز مصیبه همه تو انشاءالله باز توضیح همه تو برکنه که شما خبر هستیم تو من از چی وقتا تا بال مسئله را پیش میبرم نه؟ همین مسئله طالبا و صلح و اینا را. اما وظیفه حکومت در چنین موارد چیست؟ وقتی خانم هما سلطانی میاید و در پشتیبانی از طالبان ترورست و آدم کشان حرفه‌ای صحبت میکند، طبیعتاً نه دیگه او مسئولیت به عنوان یک وکیل را داره و نه حکومت افغانستان میتونه چشم‌پوشی بکنه از این کارش. کسایی که معلوم الحال هستند قطعاً وظایف از وظیفه ارگان‌های کشفی و امنی افغانستان است تا اونا رو دنبال بکنه و مورد پیگرد قضایی و عدلی قرار بده. ما با امنیت ملی مستقیماً در دمی زمینه تماس گرفتیم، یعنی میال که از پیش شما رخصت شویم مستقیم مکتوب رسمی نوشته می کنیم به ریاست امنیت ملی و کسانی که در همین مورد اظهار خرسندی کردن و او انتحاری را شهید گفتن و این کسانی را که بدبختانه شهید شدن اینا را مردار خطاب کردن و نوکر و چطور چه کار خطاب کردن، در این مورد ما یک مکتوب رسمی به ریاست امنیت ملی روان می کنیم که اینا مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن. ظاهراً این عضو مجلس بدون هیچ نوع ترس و هراس با استفاده از مسئولیت پارلمانی چنین اظهارات داشته است. نمیتونه حضور در پارلمان و مسئولیت های پارلمانی هرگاهی نوشته است ای وکیل ما باشه، در این حد باز بر از اینا مسئولیت بده که هر چیزی که دلشان خواست بنویسند. انتحاری های فیسبوکی تنها در اینجا خلاصه نمیشوند. شماره از کاربران دیگر فیسبوک هم در نوشته هایشان از حمله بر کارمندان رسانه‌ها استقبال کرده اند. حالا خواست‌ها این هستند که نهادهای امنیتی به ویژه امنیت ملی همان گونه که با هراس افغانان برخورد میکنند، با پشتیبانان آنان هم که از فضای آزاد و دموکراسی و حتی کرسی پارلمان سوء استفاده میکنند هم برخورد کنند. هما سلطانی چند سال پیش هم ادعا کرده بود که ملا عمر در خانه اوست. وزیر دفاع پاکستان میپذیرد که کشورش درگیر جنگ‌های نیابتی در افغانستان بوده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که حمله هراس افغانانه بر دانشگاه پاچاخان نتیجه سیاست‌های نادرست حاکمان این کشور در دهه 80 و شرکت در جنگ‌های نیابتی در افغانستان بوده است. وزارت امور داخله هم تاکید دارد که پاکستان عامل اصلی نامنی‌ها در افغانستان است که از گروه‌های هراس افغان پشتیبانی می‌کند. نرگس هورخش گزارش می‌دهد. پاکستان درگیر سیاست‌های نادرست در افغانستان، چیزی که اکنون مقام‌های ارشد این کشور خود به آن اعتراف می‌کنند. به تازگی و پس از حمله هراس افغانان بر یک دانشگاه در چهارصده پشاور، وزیر دفاع پاکستان پذیرفته که کشورش درگیر جنگ‌های نیابتی در افغانستان است. خواجه آصف حمله بر مکتب ارتش در پشاور و دانشگاه باجاخان را نتیجه دخیل شدن پاکستان در جنگ‌های نیابتی در افغانستان دانسته است. پاکستان باید از گذشته پند بگیرد و در جنگ نیابتی دیگر کشورها شرکت نکند.
راحل شریف هم به تازگی گفته است که هند در حال شبکه سازی در افغانستان است. آگاهان اما در کابل دیدگاه دیگری در این مورد دارند. به این باور رسیدیم که با فشار افکار عمومی پاکستان تغییراتی در پاکستان به وجود آمده است یا شگاف‌های عمیقی در رهبری سیاسی نظامی پاکستان شکل گرفته است که نسبت به گذشته اشتباهاتی که صورت گرفته او را اعتراف می‌کنند و در پی اعتماد سازی با طرف افغانستان هستند. حکومت افغانستان باور دارد که عامل اصلی ناامنی‌ها و وضعیت کنونی کشور پاکستان است. پاکستان چیزی که بسیار واضح است هماره از گروه‌های مختلف تروریستی در گذشته حمایت کرده، مراکز اصلی تروریست‌ها در اونجا بوده، کشته شدن سردسته‌های گروه‌های تروریستی از شبکه حقانی، اسامه و مولا عمر نشان می‌ده که هنوز هم جایگاه‌های مشخص برای حمایت از تروریست‌ها در خاک پاکستان وجود دارد. پیش از این هم بارها گفته شد که گروه طالبان به نیابت از پاکستان بر ضد حکومت افغانستان می‌جنگد. گفته می شود در گفتگوها مقام های پاکستانی به نمایندگی از طالبان با حکومت افغانستان و جامعه جهانی گفتگو کرده است. پیش از این رئیس جمهور غنی هشدار داده است که نمی گذارد افغانستان میدان جنگ نیابتی کشورهای دیگر شود. برطرف شدن تحریم ها بر ایران بازرگانی و سرمایه گذاری را در افغانستان افزایش می دهد. وزارت امور خارجه می گوید که پس از این روابط تجاری منطقه بهبود می یابد و افغانستان از این فضا سود خواهد برد. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع تاکید دارد که از راه بندر عباس ایران هزینه های ترانسپورتی کشور در هر کانتینر $1,000 کاهش می یابد و کالاهای ترانزیتی افغانستان در مدت کوتاه به مقصد می رسد. تمیم شهیر با جزئیات بیشتر. کالاهای ترانزیتی افغانستان در زمان تحریم ها مسیرهای درازی را می پیمود تا به کشور می رسید. هنگامی که یک بازرگان مواد غذایی مصرفی و یا الکترونیکی را از ژاپن، کشورهای غربی و مالزیا به کابل انتقال می داد، در نخست باید از راه بحر به بندر جبل علی امارات می رفت و در کشتی های کوچک تخلیه می شد و دوباره به بندر عباس و از آنجا به افغانستان انتقال می یافت. اما حالا پس از رفع تحریم ها انتظار می رود همه این هزینه ها کاهش یابد و کالاها مستقیماً به بندر عباس تخلیه شوند. حالا وزارت امور خارجه برطرف شدن تحریم های ایران را در رشد اقتصاد کشور سودمند می داند. بر پیامدهای مثبت اقتصادی آن در منطقه و از این میان بر گسترش هرچی بیشتر روابط اقتصادی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران خوشبینی دارد. روزانه افغانستان تا 1000 کانتینر کالاهای ترانزیتیش را از راه بحر انتقال می دهد. اما حالا که تحریم ها برطرف شده اتاق تجارت و صنایع می گوید قرار است بزودی در هر کانتینر $1,000 هزینه ها کاهش یابد و مواد خوراکی و نفتی به بهای ارزان و در مدت کوتاه وارد کشور شود. سهولت ها زیاد می شود و ما بسیار با آسانی از ژاپن و از کشورهای غربی و از کشورهای اروپایی و همچنان از آسیای جنوبی از تمام کشورها جنس خود را آسان روان میکنیم به بندر عباس و چابهار. حالا ایرانی ها با دست باز می توانند در سرمایه گذاری های افغانستان سهم بگیرند. وزارت تجارت و صنایع می گوید با برداشته شدن تحریم ها بر ایران پروژه های کلان منطقه ای مانند راه آهن در کشور عملی خواهد شد. حل مشکلات یا که رفع تزیرات اقتصادی بالای ایران در منطقه پروژه های بزرگ اقتصادی است که نفع منطقه و نفع افغانستان هم هست. در پله از اینکه تجارت رشد پیدا میکنه در منطقه، داد و ستد زیاد میشه در منطقه. پروژه های بزرگ که تمدید خط آهن است از مجرای بندر چابهار در افغانستان و پروژه های بسیار بزرگ را که ایران تعهد کرده بنابر هر مشکلی که تاکنون عملی نساخته بود، اونا در افغانستان عملی میشه. روابط بازرگانی میان افغانستان و ایران هم اکنون نزدیک به $2 میلیارد میرسد و انتظار می رود که میزان بازرگانی میان این دو کشور تا $3 میلیارد افزایش یابد. زیادتر افغانستان از ایران مواد خوراکی، مواد خام و مواد نفتی وارد. پایان مهمترین ها از یک. ممنون از همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.